رژیم ایران اصلا مرا شگفت زده نمی کنه. من فکر می کنم ما دقیقا می دانیم که آنها چه کسانی هستند. ما می دانیم که آنها هر روز به طور سیستماتیک حقوق اولیه بشر را برای زنان و همجنسگرایان یا برای عموم مردم نقض می کنند. برای همین من اصلا تعجب نمی کنم که آنها تلاشای من را برای حمایت از حقوق بشر به زبانهای فارسی و عربی به عنوان یک تهدید ببینند. من واقعا تعجب نمی کنم که آنها نمی خواهند من در این مورد صحبت کنم و سعی می کنند من را ساکت کنند. بحث جنبش همجنسگرایی چپ و راسته. جنبش همجنسگرایی چپ بیش از 20 ساله که در مراسم‌های هالیوود با روبان قرمز ظاهر میشه و کارش رسوا کردن پدر و مادرهایی که سعی می‌کنند مشکلات مربوط به همجنسگرایی رو مسائل حزبی جلوه بدن. جمهوری اسلامی بسیار خوشحاله که همجنسگرایی چپ هرگز مبارزات خودش رو به ایران یا خاورمیانه تسری نداده. به نظر من شگفت‌انگیزه که همجنسگرایی چپ بخواد همچنان همسو با مقام‌های فلسطینی فعالیت کنه. با اینکه میدونه که جشن همجنسگرایان تل‌آویو بزرگترین نمونه و تنها محل امید همجنسگرایان در خاورمیانه است و همچین چیزهایی در بیروت یا رام‌الله برگزار نمیشه. دوستان همجنسگرای من در بیروت دردسرهای بسیاری دارند. به نظرم همجنسگرایی چپ تنها در آمریکا به شکل محدودی کمپین کرده و در جهان اقبالی نداشته. رژیم ایران بسیار خوشحاله که هالیوود و دیزنی به جان آن یا جان باقی دولت‌های خاورمیانه که همجنسگرایی رو جرم تلقی می‌کنند نیفتادند. دولت بایدن مملو از ریاکاری است. آنها وانمود می‌کنند که از حقوق بشر صحبت می‌کنند، اما توی مذاکراتشان با ایران حقوق بشر جایی ندارد. برای همین هم هست که خیلی مشتاق رابطه با رژیم ایران هستند و از پول دادن به این رژیم صحبت می کنند و تحریم‌های رژیم ایران را کنار گذاشتند. زمانی که من سفیر آمریکا در آلمان بودم، دولت ترامپ شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران داشت. من از خیلی از شرکت‌های آلمانی پرسیدم که آیا شما قصد دارید با ایران تجارت کنید؟ یا تجارت با آمریکا را انتخاب می‌کنید، چون شما نمی‌توانید هر دو را انجام دهید. ما یک مرزبندی مشخصی تعیین کردیم و به آن کاملاً پایبند بودیم. من فکر می‌کنم این حرف‌ها که جمهوری‌خواهان به حقوق بشر اهمیت نمی‌دهند قدیمی شده و فقط می‌خواهم در مورد فهرست تحریم‌های ایران به یک نکته دیگر اشاره کنم. کسانی که ایران در فهرست تحریم قرار داده دموکرات‌ها نیستند. آنها فقط جمهوری خواهان را هدف تحریم قرار دادند و می خواهند ساکتشان کنند.